با سلام و درود احترام خود هموطنان هم در سراسر ایران و دنیا، هموطنانی که دیگه با پوست و گوشت و استخونشون حس میکنن که کاملا پیروز شدن و فقط مونده که لاشه متعفن رو بریزن دور. من قرار نبود این صبح کلیپ بزنم، اما چند تا مطلب پیش اومده که مخصوصا بچه های بسیج اصرار کردن، گفتم چشم. به من میگن که فکر نکنید ما در فکر نیستیم، ما حواسمون خیلی جمع، مخصوصا به خصوص تعداد از ما که از بچگی اینجا بودیم، بلاها سر ما آوردن، بلاها سر خانواده ما آوردن، ما جیگر اینا رو در میاریم. حالا که فهمیدیم بازی خوردیم و خود اینها بازی چه بودن و مذهب و دین و امام زمان و قرآن و خدا و پیامبرش کش بوده، اصلا نمیدونی چه حالی داریم. آقا ما خیلی از بچه‌ها داریم نقشه میکشیم و ما نیاز به کمک هیچ کس نداریم، ما جیگر اینا خودمون در میاریم. این حرفی گفتن. یک شما به من نوشته که آقای محمدی، در سپاه یا بسیج هنوز مرد شیرپا خورده هست و خودشان دارن به هوشیاری میرسن و از این خواب معتاد در میآیند و خودشان دارن در پشت پرده و به خواست خدا با مردم همراهی میکنن. یعنی اینا حواسشون جمع شده، همه فهمیدن و فقط یه کاری دارن میکنن، نمیدونم چی کار پشت پرده میکنن، ولی هرچی هست سعی کنیم که بازیچه قرار نگیریم، دوباره بازیچه آشغالا قرار نگیریم، اصلاح طلبا قرار نگیریم و هر کاری میخوایم بکنیم با هماهنگی بکنیم که هرج و مرج نشه، پا برهنه به که شهرها نریزند. و بحث افغانی هم حتما صحبت بکنم. اون زمان چیزی میگفتم لازم بود که زیاد هم باز نکنم، بده باز کنم براتون. دوتا کلیپ اومده بیرون، دوتا کلیپ هم قطعا بچه اعتراض دادن بیرون، دستشون درد نکنه. یکی مخصوص راجع مصباح یزدی یا هم تمساح یزدی چی بود اسمش، خیلی کلیپ جالبیه. اما قبل از این کلیپ بخوام براتون پخش کنم، از بیت یا جایی که این رهبر چی روزگاری سرت میاد و اومده، زار زار گریه میکنه که آخر آقاد بخیر نشدیم. 100 سال شما نمیشید، یک بار به جستی ملخک، دو بار به جستی ملخک. من داستان پیش نماز شما رو گفتم براتون که آخر آقادش چی شد و آقاد بخیر نشد. آقاد بخیر خیلی مهمه. من برای شهربانی مشهد کار میکردم، کار تحصیلات چون میکردم، شهربانی، رانندگی ارتش، خیلی جا با پوستمنسی خیلی همکنه کار میکردم، پول من میگرفتم. آخرین پروژم هم مال فروشگاه ارتش مشهد بود که آتیش دادم و و و بعد من چک داشتم بردم تیمسار ایمانی، خدا بیمازش امضا کنه. بعد هم درمی هند درجه گرفت تو ظاهره، هم یک دیگه آمدن پیت تبدیل، گفتم یک دستگاه رو بزرگ باشه بردن. خیلی گفتم گفت بلش کن نگید، فقط بگید تیم سال عاقبت به خیر بشی. من اولین بار عاقبت به خیر اونجا شنیدم، گفتم دیگه چی میخواد عاقبت به خیری. و و بچم واقعا مرد شجاعی بود و عاقبت به خیر هم شد، چون به دست شیخ علی تهرانی جلوی در سپاه تو اول خیلون جمع دست راست یه خرابی خراب بود، همونجا زد با گوله اینو کشت. آدم وقتی میمیره خودش نمیفهم مرده، ولی دیگه شکنجه بشه و اذیت بکنن و ببرن و بالا کنن و پایین کنن دیگه نبود. خدا دوستش داشت که اینجوری بردش. حالا خامنه ای تازه یاد شما دیگه، حالا باید آباد بخیر بشه، خبری بهش میرسه، از یعظا میشنوه، میبینه، گوش میکنه. تو آباد خیلی مشخصه چی کاشتی؟ چه باتایی کاشتی بی شرف؟ حرام لقمه حرام زاده، ناسپاست مردم ایران، تو گوشت و پوست و استخون از مردم ایران بود، آخون دوزاری، مفعول آدم و آدم. اینقدر ظلم، اینقدر ستم، اینقدر جنایت، اینقدر غیرت، اینقدر دروغ. کسی نفرد مردم چی کار کردن، کجا کردن و چه ترسیدی؟ چه آقاد بخیری خود میترسید؟ من دارم بهت میگم، من دارم بهت میگم، هیچ جا به راه ندارم، من خبرش دارم، هیچ جا جواب نمیدن، هیچ جا نمیدن، هم شخصیت فردی تو، هم شخصیت حکومتی تو پایگاه جایگاهی نداری. جایی یه مش کثافت آشغال دو خود جمع کردی، اون دزدی ها، اون کارها، اونا تو سر صورتت نخواهد موند، زیر لگد دست باید مردم له خواهی شد. خامنه ای تو فکر کردی بله خمینی آمد اون جنازه و اون کار رو چند میلیارد دلار خرج کردین مردم حساب بیارن؟ نه خیلی مردم ببخشید
فقط به فقط میگم شما بشه تو توالت عمومی هیچ چی غلطی قبول نمیکنند. هیچ چی. بچه الان تو چند سال اخیر چند نفر برن اونجا؟ ببخشید همه شد جالبه که خیلی بدن اونجا توالت هم نمیرن چون در توالت بسته است خیلی هاش الان تو اخیران که دو سالی میرندید بعد هم اونجا خودت کارش کنن میان پول هم ندارید که چیزاشو بدید اون حقوق پرسنل اونجا رو بدید شما فکر کردید برای مارزا درست کردن برای درست کردید نه خیر هر چی بوده من اون را که نمیدونم ولی عاقبت به خیریش مهمه شاهنشاه آریامه رو ببین عاقبت به خیریش رو ببین با چه عزت و احترامی دفنش کردن نماز میتش خوندن وقت توی بیناموس عربزاده رفیق خود رفت رفسنجانی رو نمیگه خدا بیمارده به حرف تو نیست بهتر توفیق نیست همتون درستاده تو جرعتکارتر ها او تو رو اونو با صده کار این بلا هرچی از گناهش بیشترش بگرد گردن کسافته ولی خوش همه گریه میکنی زاری میکنی تو سرت میزنی آقای بخیری میخوای تو تازه اینقدر دونی خر تو خره اینقدر خر تو خره خوب زدید خواه شدی نشدی وقاحت تو فقط قابل تحسین واسه من اینقدر آدم بقی اینقدر دروغگو آخر اوقات کارت مشخص میکنه تو چه کردی چی کاشی چی درو میکنی دستاورد خودته خمینی تو سه مرتبه از توی چیز اومد بیرون افتاد بیرون مردم فهمیدن که آقا ختنم نکرده آبروش رفت که بعد دیگه آقای ناطقنوی تحریک رفت و چیز پیچید و بست و کرد توی صندوقچه توی یک صندوقچه به جای تابوت درش هم قرف کرد تو قرف کرد بوده کنید تو خود بودی گفت شما برو بابا اینجوری آبرو داده میره آخر آخر اینه شما تو برای من یک نمونه پیدا کن یه آدم یه رفتش بخواه بکنن اونجوری بیاد بیرون و تو بیفته بیرون و دو سه مرتبه پون لخت بشه و سر تو باش در داره ببرش توی خونه آخری کار بکنن کلیپ مسوار رو گوش میکنیم بعد یه آقای گست که روزا خیلی صحبت میکنه یک کلیپ هم این صحبت این مشخص این کاملا سفارشی است و برای مردم هست این مشخصه و بالاخره اینها باور کردن که آقا این اسلامی که ما داریم و با خودمون هم نونش رو خوردیم و هرچی هم داریم و زندگیمون و اینها برهون همین اسلام هستیم و اینها این یک اصولی داره اصل خدا و کرامت بشر و اینا بله اینا صحیح هست همیشگیه اما یه احکامی مال صدر اسلام بود همیشه نمیشه اینا اجرا کرد بنا باشه مثلا احکام اعدام اجرا بشه شاید در یک کشور اسلامی 100 نفر روزی باید اعدام این زنا کرده اون لباد کرده اون نمیدونم چی کار کرده نمیشه این روزی دوره نشه در اقتصاد اگر ربا برای باشه واقعا حرام باشه تمام این بانک ها رو باید در شبه است هیچ کدام از اینا نیست که از ربا خالی باشه اونم رباهایی که در پسترین عقب افتادترین کشورهای دنیا نرخ سودشون کمتر از اینا هست بعضی کشورهای بیشتر دنیا نرخ سودی که سپرده یک ساله میذارن تو بانک 1% سرمایه گذاری در بانک بعد جا سود منفی دارن میدونید یعنی چی؟ یعنی ثروتمند پولی داره برای اینکه محفوظ بمونه میذاره تو بانک یه چیزی هم میده به بانک که پول منو نگه داره ما در کشور اسلامی در کشور انقلابی اسلامی کار به جایی میرسه که عملا نرخ سود حدود 30% تمام میشه خب تو که لالای بردش خودت خوابه دارد هرم زاده تو خودت مؤسسه که این یک زمان دوستان این مصبا یه خونه ساخته بود توی اسفی آدم میاد یک منطقه قوم پول کارگر نداشت بده سر نقش ساخته بود مثل منطقه اشان قبلا گفتم فرار میکرد دست کارگرش فرار میکرد خب خلاصه دوستان جمع شدن کسای جمع شدن دوران ما که
سیش سن رو قبولش نشدم و قیافش که میدم قیافه کریه روبای شد این روباست توهین روبا نشه یک بیشتر از دومی نداره خواسته خونه یک آقای خرید و فلان میسارا پس این پول کارگرش رو نداشت بده رو ساختمونش خب بعد که دیگه از یه حرفا زد و خامنه‌ای ترسوند و این کار کرد و اون کار کرد خامنه‌ای به جای رسوندش که یه رو داشت صحبت میکرد تو مؤسسه‌اش میگفت ما حساب پولامون رو نداریم اینقدر پول جمع کرده بود یکی از کسایی تو قزلستان پول داشت خود همین بی‌شرف بود حالا یه میگه 30% اما دروغه خودش 40% گذاشته بود با مجوز خودش اینا بچه اطلاعات در بوده مشخص ما بناسی اطلاعات نبوده این 18% 18% 25% امروز سیاست مدار اقتصاد دانهای برجسته دنیا اعتراف میکنند که هر کشوری که از لحاظ بحران اقتصادی مبتلا شده در اثر رباخاری است ما افتخار میکنیم که توسعه بدیم رباخاری رو منت بذاریم سر مردم که مثلا کمترین سود 4% سود بدید بیچاره تایی مردم این که میترن وام بگیرن آخرش 4% باز سود دادن 16% و 18% اینا که فرامان و این معتقد شدن که با این احکامی که ما برای اسلام معتقدیم نمیشه جامعه رو دارن اون حجابش کوشششون از کم مسائل جنسیش و مسائل اقتصادیش و مسائل سیاسیش بعد اسلام اصل انقلاب را علی الله محمد رسول الله قبول و علی رو دوست داریم و نوکر شمستیم و داره امام حسن هم گریه میکنیم اما بقیه اونا که درد امروز نمیخوره نمیشه دار ما احترام خودمون نگه داریم بگیم با فقه ما یه جوری درست شده اشکالش حل میده و اینا برای که نگیم اسلام رو باید تعطیل کرد و اینا خودمون تعطیل رو میداریم خبران نیست احکام اسلام تعطیل شد اون چیزی که یک درهم رواج از 70 زنا با محرم در خانه خدا برداره بدتره یک درهم رواج از 70 زنا و محارم در خانه خدا خداش بیشتره امروز تو بازار مسلمان ها ببینید چند نفر پیدا می کنید که ربا نخوره خب دیدین دیگه همون آدم هست که این حرفا رو می زنه یک درهم ربا 70% با مادر خودت مهاره خود تو خونه خدا بعد خودش این ربا خود در یک در میاد آب نمیدنم این شنگره خیلی خوبی بودند اما یک صوتی رو بذارم براتون که اینم جالب اولین بار داریم مطرح میشه و همین آقایی که گرفتنش ورش کردن این گفته حالا اینو دقیقا به دستوری برای چه اطلاع گفته ما در کشور مورچه کردیم بعد از انقلاب اصلا کشتن هویدا این چه سودی برای کشور داشت فکر کنیم کلی از وزرای اون دولت‌های قبلی کشته شدن ما می‌بینید لیستی که ما از محاکم خلخالی داریم می‌بینید چقدر پرملات چقدر شخصیت‌های مهم تو کشور اون زمان اعدام شدن که لزوماً کاری امنیتی نداشتن اینا چه آوردی برای کشور ما داشتن چه سودی برای ما داشتن جز اینکه کینه‌ها رو در دل‌ها بیشتر کردن جز اینکه در اون شرایطی که انقلاب ما نوپا بود انقلاب ما نیاز به آرامش و کار تخصصی داشت باید اون انرژی ها میرفت به سمت ساختن کشور همه مطبوعات ما شخصیت های ما درگیر همین محکمه ها بودن پیام دقیقا تو شرایط مشابه انقلاب ما عفو عمومی صادر کرد و اتفاقا عفو عمومی محترمانه برای بزرگان کشور چه اشکال داشت مثل پیامبر اسلام می اومدیم گفت ما عفو عمومی میدیم بعد منم میفهمم درسته شما حق داشتید بگید آقا ما مثلا فرماندهان ارتش رو عزل می کنیم چون خود نهاد امنیتی ممکن کودتا بکنه کاملا درست یه سری از فرماندهان ارتش رو عزل کنیم ولی چرا محاکمه میکنید بخشیدشون حصر خانگی بکنید اصلا تا شرایط انقلاب آرام بشه از تجربه های نظامیشون استفاده ما اینا با پول مملکت به اون سطح دانش نظامی رسیدن
دیگه این حرف سپاتی تو مون نمیشود، یعنی تو نمیدانی. یا آقای واسه میشه آقا نوریزاده فلان خفه شو، نوریزاده با لیست اومد، نوریزاده که شبکه فلان داره با لیست اومد، محافظ خمینی بود اومد ایران. تو نمیدونی؟ به دوست اینجوری بگو، این حرفا واسه فاطمه نفته به جایی نمیرسید. شما همه بازی رو باختید، وحشتناکم باختید و این و اون و اون دیگه نداره. اینقدر باتون سنگینه که اصلا نمیشه هیچ رقم با هیچ جلسه غیبی اینو جا به جاش کرد. باید تاوون پس بدید و این روزا هم خوب به هم ریخته هستید. تصاعدی دارید به هم میریزید، تصاعدی دارید سقوط میکنید و تصاعدی دارید به قهقرا میرید. حقتون هم هست. بله آقای خامنه‌ای شما عاقبت به خیر میشوید، مطمئن باشید، مطمئن باشید. خیلی شاهکار کردی رو به بادم میشینی مردی که خر حقتونه. ایام بکن روزگارتون خوش. تا که بعد.